روحان مکریان، درود بر شما. بیننده و شنونده آخرین اخبار کردستان ایران باشید از آژانس خبری مکریان. نخست سرخط خبرها. خودکشی یک شهروند در نقده. اعدام یک شهروند در سنندج. جان باختن دو شهروند اهل اشنویه در اثر بمباران جنگنده‌های ارتش ترکیه. جان باختن 38 نفر بر اثر حوادث کار در استان کردستان. مسمومیت 34 نفر بر اثر مصرف الکل در آذربایجان غربی. یک زن اهل نقده اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد. بر پایه گزارش رسیده به آژانس خبری مکریان، در نقده روز جمعه 5 اردیبهشت ماه سال جاری، یک زن 26 ساله با نام منیج با حلق‌آویز کردن خود به زندگیش پایان داد. بر پایه همین گزارش، جسد نامبرده 24 ساعت پس از خودکشی در منزل توسط اهالی محل پیدا شد. تا لحظه تنظیم خبر از علت یا علل خودکشی این زن هیچ اطلاعی در دست نیست. یک زندانی محبوس در زندان سنندج اعدام شد. بر پایه گزارش رسیده به آژانس خبری مکریان، روز پنج شنبه 4 اردیبهشت ماه سال جاری، یک زندانی متهم به قتل به نام سینا محمدی، اهل روستایی از توابع دهگلان، علارغم تلاش فعالین مدنی در کسب رضایت خانواده مقتول اعدام شد. بر پایه همین گزارش، نام برده چند روز پیش جهت اجرای حکم به سلول انفرادی زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود. لازم به ذکر است سینا محمدی چند سال پیش به اتهام قتل یکی از دوستانش به اعدام محکوم گردیده بود. در اثر بمباران جنگنده‌های ارتش ترکیه در مناطق مرزی، دو جوان اهل اشنویه جان خود را از دست دادند. بر پایه گزارش رسیده به آژانس خبری مکریان، در اشنویه ساعت اولیه روز سه‌شنبه 9 اردیبهشت ماه سال جاری، جنگنده‌های ارتش ترکیه ارتفاعات مرزی کوهستان خواکرک را بمباران و دو جوان اهل اشنویه که برای جمع‌آوری گیاهان بهاری به این ارتفاعات رفته بودند کشته شدند. بر اساس همین گزارش، هویت این دو جوان فاخر تازه‌وارد و رشید میرو اعلام شده است. شایان ذکر است ارتفاعات خواکرک ما بین شهرهای ارمیه، سوران در اقلیم کردستان و حکاری در کردستان ترکیه واقع شده است. 38 نفر در اثر حوادث کار در استان کردستان جان خود را از دست دادند. بر پایه گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل پزشکی قانونی استان کردستان در گفتگوی اظهار داشت در سال 98 در استان کردستان 38 نفر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند که نسبت به 18 نفر فوت شده در سال 97 رشد 21% داشته است. وی یادآور شد بر اساس آمارهای موجود در مراکز پزشکی قانونی سطح استان کردستان، کلیه فوت شدگان حوادث کار سال 98 و 97 مرد بودند. 34 نفر در اثر مصرف الکل در آذربایجان غربی دچار مسمومیت شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در گفتگوی اظهار داشت. علارغم هشدارها از 20 اسفند سال گذشته تا کنون 34 نفر در استان بر اثر سوء مصرف الکل دچار مسمومیت شدند. وی با اشاره به اینکه تعداد فوتی‌ها همچنان 6 نفر است تصریح کرد از لحاظ جنسیتی مسمومان شامل 3 نفر زن و مابقی مرد هستند. از همراهی شما سپاسگزاریم. We'll be right back.